وقتی از قدرت های هوایی بزرگ جهان حرف میزنیم اغلب چشم ها به سمت آمریکا و روسیه می رود. اما در دو دهه اخیر یک بازیگر دیگر با سرعتی چشمگیر وارد صحنه شده است چین که زمانی نیروی هواییش پر از هواپیماهای قدیمی و کپی شده بود امروز با پروژه ها و هواپیماهایی که گام به گام طراحی تولید و عملیاتی شده اند نشان می دهد که برنامه ریزی بلند مدد و سرمایه گذاری سنگین چگونه می تواند سرنوشت آسمان را تغییر دهد این ویدیوی یک پارچه قرار است گام به گام شما را با داستان تحول نیروی هوایی چین آشنا کند از روزهایی که خطوط اولیه تولید و تعمیرات فقط توان پاسخگویی به نیازهای پایه‌ای را داشتند تا امروزه که ناوگان‌های پیشرفته و چند لایه آماده عملیاتند در گذشته نزدیک ستون فقرات نیروی هوایی چین را جنگنده تشکیل میدادند که با فناوری زمان خودشان هماهنگ بودند اما در مقابل جنگنده های نسل چهارم و پنجم غرب و روسیه قدری قدیمی به نظر می رسند جی 6 و جی 7 نمونه از همان دوران بودند هواپیما هایی که کارشان را انجام میدادند اما در میدان نبردی که الکترونیک رادار و شبکه اطلاعاتی نقش محوری دارد چندان کافی نبودند این نیاز به تحول باعث شد چین روی کردی متفاوت را پیش بگیرد ترکیبی از مهندسی محکوس تحقیق و توسعه داخلی و یادگیری از همکاری های محدود بین المللی که در عمل به بنیانی برای جهش صنعتی و نظامی تبدیل شد جنگنده جی بیست اولین جلوه جدی از تحول چین بود هواپیمایی با طراحی رادارگوریز برد عملیاتی بلند و حسگرهای پیشرفته که برای کنترل میدان نبرد در فاصله های دور طراحی شده است وقتی جی بیست وارد خدمت شد پیام مشخصی به جهانیان فرستاده شد چین دیگر فقط مصرف کننده فناوری نیست تولید کننده و نوآور است این جنگنده تلاش کرد ترکیبی از ویژگی های پنهانکاری برد و توان حمل تسلیحات دور برد را فراهم کند تا به تواند مانند شکار یا سرکوب دشمنان هوایی و نقط زنی در فواصل دور را انجام دهد این ویژگی ها جی بیس را به نمادی از اراده فنی و راهبردی چین تبدیل کرد اما نیروی هوایی یک کشور با داشتن یک یا دو هواپیمای پیشرفت کامل نمی شود تنوع و حجم ناوگان اهمیت دارد جی در نمونه ای از همین تفکر است جنگنده ای چند منظوره چابک و مناسب برای نقش های گوناگون از دفاع هوایی تا حمله به اهداف زمینی نسخه های جدیدتر جیده مانند جیده سی به رادارها و سیستم های اویونیک مدر مجهز شده اند. ویژگی های که باعث شده این جنگنده در میادین نبرد مدر حرفی برای گفتن داشته باشد تنوع در کلاس های مختلف هواپیما به چین این توان را می دهد که برای هر معمولیتی پرندهی مناسب داشته باشد و نیروی هواییش نه تنها قدرتمند بلکه منعتف و قابل تطبیق باشد در کنار جنگنده های سبک و چند منظوره چین به جنگنده های سنگینتر و توانمندتر برای معموریت های طولانی و حمل تسلیحات بزرگ نیاز داشت جی 16 پاسخی به این نیاز بود این جنگنده که در از تکامل ایده های مشابه سخای روسی است برای عملیات تهاجمی مقابله با کشتیها و حمله عمیق به مواضع دشمن طراحی شده است جی 16 با ظرفیت حمل تسلیحات تسلیحات متنوع، رادارهای پیشرفته و سیستم‌های جنگ الکترونیک می‌تواند در شرایط پیچیده میدان نبرد عمل کند و بار تاکتیکی سنگینی را بر دوش بکشد و به عنوان ستون فقرات مانورها و عملیات ضربتی عمل نماید. یک جنبه دیگر از تحول نیروی هوایی چین تمرکز روی پهپادها و سیستم های بدون سرنشین است. پهپادهای مانند وینک لانگ و CH5 پنج توانای های شناسایی طولانی جمعآوری اطلاعات و اجرای حملات هدایت شونده را دارند. این پهپادها نشان می دهند که چین علاوه بر هواپیماهای های سرنشین دار در عرصه بدون سرنشین نیز سرمایه گذاری وسیع انجام داده است. توسعه پهپادهای پنهانکار و تهاجمی تر نیز مانند پروژه هایی که به جی جی 11 نسبت داده می شوند نمایانگر این استراتژی است ترکیب نیروهای سرنشیندار با یک شبکه از پهپادهای هوشمند که به عنوان چشمان گوشها و در مواردی بازوهای تهاجمی نیروی هوایی عمل می کنند. اما چین فقط در آسمان داخلی تمرکز نکرده ادغام بخش دریایی و هوایی نیز بخش مهمی از استراتژی بلند مدت است ساخت ناوهای هواپیمابر و توسعه ناوگان هوایی دریایی به چین امکان می دهد تا برد عملیاتی خود را فراتر از سواحل ببرد جنگنده های دریایی مانند j 15 که بر روی ناوها به پرواز در می آیند نشان می دهد چین در پی ایجاد یک موجودیت دریایی و هوایی است که به در اقیانوس ها حضور فعال داشته باشد این تغییر به معنای رقابت مستقیم تر با نیروهای دریایی و هوایی سایر قدرتها در مناطقی چون اقیانوس آرام است و راهبرد چین را از محافظت صرفا ساحلی به حضور فرامرزی تبدیل می کند. یکی از ارکان کلیدی در رشد توان هوایی تأمین موتورهای قدرتمند و فناوری های اصلی است در سالهای ابتدایی چین به واردات موتور و اجزای کلیدی وابسته بود اما با پیشرفت برنامه های تحقیق و توسعه تلاش شده تا موتورهای بومی با بازده و عمر کارکرد مناسب تولید شوند دستیابی به موتورهای پیشرفته چالشی فنی بسیار بزرگ است زیرا نیازمند مواد ویژه فناوری های تولید دقیق و تجربه در آزمون و خطا است اما پیشرفت های کنونی نشان می دهد که چین در مسیر کاهش وابستگی قرار دارد توان تولید موتور داخلی موجب خواهد شد که چرخه تولید هواپیما سریعتر اقتصادی تر و قابل اتکا شود هوش مصنوعی و شبکه بندی اطلاعات دو عنصر دیگری هستند که چین به آنها توجه ویژه ای نشان داده است یکی از دلایل تاثیرگذار بودن یک نیروی هوایی تواناییش در جمعآوری پردادش و اشتراکگذاری اطلاعات در زمان واقعی است چین با توسعه شبکه های ارتباطی پیشرفته حسگرهای متصل و سیستم های تصمیمیار مبنا بر هوش مصنوعی در تلاش است تا برتری اطلاعاتی میدان نبرد را به دست آورد وقتی جنگنده ها پهبات ها ماهواره ها و مراکز فرماندهی داده های خود را به سرعت به اشتراک می گذارند تصمیم گیری ها دقیق تر و سریع تر می شود و این همان چیزی است که می تواند نتیجه یک درگیری را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد آموزش خلبانان و ایجاد فرهنگ فنی نیز نکته است که چین در آن سرمایه گذاری کرده است داشتن تجهیزات پیشرفته بدون نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده ناکافی است تمرین های مشترک شبیه سازی های پیچیده و آموزش های فشرده موجب شده نیروی هوایی چین نه تنها در سخت افزار بلکه در نرم افزار انسانی نیز پیشرفت کند تجربه هایی که در معموریت نمونه و تمرین های بزرگ کسب می شود موجب افزایش کارای واحد ها در شرایط واقعی خواهد شد و این امر به ویژه هنگام هماهنگی میان واحد های مختلف از جنگنده ها تا پهبادها و پدافند اهمیت حیاتی پیدا می کند. از سوی دیگر توسعه سامانه های پدافند هوایی و کشف و مقابله با تهدیدات هوایی بخشی حیاتی از معماری امنیت هوایی چین را تشکیل می دهند. چین شبکه از سامانه های راداری موشکی و جنگ الکترونیک را در خدمت گرفته تا بتواند فضای هوایی خود و مناطق حیاتی را پایش و حفاظت کند این سامانه ها با هواپیماها و پهبادها هم افزای ایجاد می کنند و لایه‌های دفاعی متعددی به وجود می آورند که نفوذ دشمن را دشوار می سازد و به نیروی هوایی امکان می دهد در صورت نیاز کنترل میدان هوایی را حفظ کند. تأمین قطعات، لوجستیک و تعمیرات در میدان جنگ کار آسانی نیست اما چین با ایجاد زنجیره های تأمین مستحکم، کارگاه های تعمیراتی و قطعات یدکی بومی توانسته از چالش های اجرایی بکاهد این موضوع به معنای آماده باش بیشتر نیروی هوایی و کاهش زمان های تعمیرات است که در زمان جنگ یا تنش های بلند مدت اهمیت حیاتی دارد در واقع پشت هر هواپیمای آماده برای پرواز، شبکه پیچیده از قطعات، متخصصان و فرایندهای لوجستیکی قرار دارد که باید همواره کار کنند. تأثیرات ژئوپلیتیکی رشد نیروی هوایی چین نیز گسترده است وقتی نیروی هوایی یک کشور توانایی پرواز و عمل در بردهای دور را افزایش می دهد این به معنای افزایش نفوذ و اختیار در مناطق دورتر است این قدرت می تواند در سیاست های منطقی و بین المللی بازتاب یابد از بازداشتن رقبای منطقی گرفته تا حمایت از منافع اقتصادی و نظامی در آبهای بین المللی بنابراین افزایش توان هوایی چین تنها بحث فنی نیست بلکه یک تغییر در معادلات قدرت جهانی است که همسایگان و حتی بازیگران جهانی را مجبور به بازاندیشی در راهبردها می کند. آینده چه میتواند باشد؟ چشمنداز که تحلیلگران مطرح می کنند شامل پیشرفت در موتورهای بومی، ورود جنگنده های نسل آینده، گسترش پهپادهای خودمختار، یک پارچه سازی هوش مصنوعی و گسترش ناوگان دریایی و هوایی است. اگر این روند با ثبات ادامه یابد، ممکن است تا یکی دو دهه آینده شاهد باشیم که چین در برخی قابلیت ها با قدرت سنتی برابری یا حتا پیشی بگیرد اما مسیر رسیدن به این نقطه پر از چالش است چالش های فنی اقتصادی و غیره که حل آنها نیازمند تلاش مداوم آزمون های میداندار و کنترل کیفیت بالا است برای مخاطب عادی برخی مفاهیم ممکن است پیچیده به نظر برسد بنابراین چند نکته ساده تصویر را روشنتر می کند رادارگوریزی یعنی طراحی که مانع باستاب قوی سیگنال های رادار می شود و کشف هواپیما را سخت تر می کند پهپاد یعنی پرنده بدون خلبان که می تواند شناسایی یا حمله کند و شبکه بندی میدان نبرد یعنی اتصال همه واحدها برای اشتراک گذاری سریع اطلاعات فهم این مفاهیم به مخاطب کمک می کند تا ببیند چرا هواپیماها فقط ماشین های پرنده نیستند بلکه گرهی از یک سامانه پیچیده اطلاعاتی و تاکتیکی اند. در نهایت تحول نیروی هوایی چین نمونه ای از برنامه ریزی بلند مدت تمرکز بر فناوری و تصمیم سیاسی است داستان از هواپیماهای قدیمی و عملیات محدود شروع شد و امروز به جنگنده های پنهانکار ناوگان پهپادی و حضور در اقیانوس ها رسیده این واقعیت که چین توانسته در مدت زمانی نسبتا کوتاه چنین تغییراتی را ایجاد کند پیامی روشن دارد در دنیای امروزه سرمایه گذاری راهبردی و تمرکز بر نوآوری می تواند مرزهای قدرت را جابجا جا کند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقهمند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما.